همه او را می ستایند، همه آرزومند دیدار اویند. آنها که در این سرزمین به سر می برند. آنها که روی زمین و آنها که زیر زمینند. آنها که در آب و آنها که در خشکی می زیند. آنها که پرنده و آنها که خزنده اند، همه او را می ستایند. از دیرباز هماره آب در ایران مقدس شمرده شده، مقدس از آن روی که بهانه‌ای باشد برای رسیدن به ذات حق، آن پاک بی همتا که نشانه‌هایش را همه جا پراکنده است. و آب یکی از چهار عنصر اصلی سازنده گلشن ایرانی. کمی آب و اهمیت ویژه‌ای که این عنصر حیات بخش نزد ایرانیان داشته باعث شده تا نقش ویژه‌ای در ساختار اساسی گلشن ایرانی داشته باشد. چگونگی طراحی آبنماها و جویها به فراخور ساخت هر گلشن خود بخش جداگانه است که در بررسی های هر گلشن به آن می پردازیم. اما تأمین و رساندن آب به هر گلشن با توجه به کمبود آن در فلات مرکزی ایران دارای اهمیت ویژه است. چشمه، قنات، رود، هر کدام
با توجه به موقعیت جغرافیایی بن این عنصر اصلی در شکل گیری هر گلشن است. این رود زنده است. زاینده است و نامیرا. مانی از آن روی که در برش مثل به مثل افزون شده است زیبایی، مثل به مثل افزون شده است این خرد نامتناهی، گلشن ایرانی. زاینده رود به اصفهان که میرسد به تدبیری درخشان گسترانده شده در شهر. هر جرعش در جویهایی که مادی نام دارند و هر کدام به قصدی. رگهای جاری که خون میرسانند به پیکره لمیدهی در زیر آفتاب با لبهای برآماسیده. خشک خوش. هشت بهشت. کاخ هشت بهشت. این گلشن ایرانی قسمتی از باغ بزرگ نقش جهان است. در میان باغ بلبل در داخل مجموعه دولتخانه صفوی. سیاهان و جهانگردانی که از اصفهان بازدید کرده و موفق شدند به درون هشت بهشت راه یابند، آن را از بهترین بناهای دنیا نامیدند.
آب این گلشن را یکی از همین مادی ها تأمین می کرده که به جوشا معروف بوده است. حفر این مادی که از متأخرین مادی های اصفهان به شمار می رود در دوران صفویه صورت گرفته است. این مادی در مسیر خود میزان آب قابل توجهی را به سمت باغ هشت بهشت هدایت می کرده که امروز از مادی و آبنماهای داخل گلشن اثری به جای نمانده است. چشمه کی چشمه های آب به نیرومندی اصلی دیگر بار روان شود. کی چشمه ها به سوی کشتزارهای زیبا و خانمان ها و دشت ها روان شوند و ریشه های گیاهان را از تری خیش نمی بخشند. شکافی، شیاری، روزنه، آنجا که زمین بر این باور می رسد که باید بجوشد، چشمه ای شکل می گیرد. آنجا که انسان به این باور می رسد که خدایش را ستایش کند، در رؤیت این موهبت است. چشمه زندگی است. چشمه نشانی از ادامه حیات است. چشمه باور من و توست که زمانی برای ایستادن نیست. گلشن ایرانی را به جز رود با چشمه ها نیز سیراب می کنند. گلشن ایرانی در کنار چشمه ستایش آب است. نشانه‌ای برای تقدس تا در ادوار تاریخ به فراموشی سپرده نشود. آب اصلی گلشن از این چشمه ها تأمین می شود. چشمه علی که نام اصلی آن به نوشته مورخین علی بولاغه است،
در شمال غربی دامغان و در مسیر راه دامغان کیاسرساری به فاصله 32 کیلومتری از دامغان قرار گرفته است. تاریخ ساخت بنای گلشن به زمان فتحعلی شاه قاجار باز می گردد. آب گلچن که از چشمه علی می آید برای رسیدن مسیری را در دل درهی سرسبز طی می کند تا به اینجا برسد. هر آینه در هر روز یا هر شب آن دیو خشک سالی از اینجا و آنجا سر می زد و نیروی زندگی جهان از تومند را یک سره در هم می شکست. آری، تشتر داغزمند فرهمند آن دیو را به بند در کشد و با زنجیر دلاو و سلاو و چندلا زنجیری ناگسستنی ببندند، چنان که گویی هزار مرد از نیرومندترین مردمان مردی تنها را به بند درکشند. چشمه قنات قنات نشان رنج و صبوری مردمی است که خرد پیشه کردند و به دنبال حیات ذره ذره زمین را کاویدند. در فلات مرکزی ایران، قنات هم به عنوان منبع اصلی تأمین کننده آب گلشنها به شمار می رود. گلشن شازده در فاصله 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان و در فاصله 6 کیلومتری شهر ماهان در مسیر جاده کرمان‌بم در نزدیکی ارتفاعات جوپار بنا گردیده است. گلشن شازده توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما در دوره قاجار احداث گردید.
قرارگیری باغ به کوپایه‌های جوپار علاوه بر ارائه منظر خاص، امکان آبیاری باغ را از قنات تیگران که از این ارتفاعات تغذیه می شود فراهم می آورند. گلشن شازده خارج از اهمیت ساختاری ویژش که آن را جزو مثال زدن این ترین گلشنهای ایرانی قرار می دهد. بهره‌وری از آب قنات تیگران برای آبیاری باغ شازده خارج از اهمیت ساختاری ویژش جنبه شاخصتری به آن بخشیده است.